گزارش هایی رسیده از بغداد، حاکی از آن است که بامداد پنجشنبه منطقه سبز این شهر یک بار دیگر هدف حمله کاتیوشاهای ناشناس قرار گرفت. دست کم دو عدد از این موشک ها در حوالی سفارت آمریکا فرود آمدند. این عملیات تنها ساعتی پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ در واکنش به حملات موشکی سپاه پاسداران به دو پایگاه اربیل و عین الاسد خبر از افزایش تحریم ها علیه جمهوری اسلامی داده بود. در واشنگتن مایک پنس در گفتگو با شبکه CBS از دستور رئیس جمهور برای کشتن قاسم سلیمانی دفاع کرد و گفت پس از 20 سال مواجهه با اقدامات تروریستی این مرد و متحدانش، حالا شهروندان ما در امنیت بیشتری هستند و خواب راحت تری دارند. کاخ سفید همچنین مدعی است هیچ سرباز یا تبعه ایالات متحده در اثر انتقام سخت جمهوری اسلامی کشته نشدند. حرف آخر را اول میزنم. انتقام میگیریم. نظام که در دو روز گذشته اعداد و ارقام عجیبی از میزان تلفات و خسارات وارده داده بود، از ارائه هر گونه مدرکی درباره ادعاهایش طفره رفته و تنها به شاخوشان کشیدنهایش ادامه میدهد. واشنگتن پست در مقاله‌ای با اشاره به این موضوع، انجام این عملیات با حداقل آسیب به سربازان آمریکایی را فرصت خوبی برای ایالات متحده و ایران میداند تا مشکلاتشان را از راه گفتگو حل کنند. اظهارات عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی پیش از حمله آنها را از قصد خود مطلع کرده بود، احتمال تخلیه سربازان ایالات متحده پیش از وقوع عملیات را تقویت می‌کند. و صحبت‌های شب گذشته برهم صالح رئیس جمهوری و محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق که حمله سپاه قدس را نقض حاکمیت کشورشان دانسته بود، نشان داد که در صورت تکرار این ماجرا بخشی از سیاسیون بغداد هم روبروی تهران خواهند ایستاد. تمت الموافقه على القرار. به باور ناظران، ترامپ با هوشمندی ادامه فشار حداکثری و گسترش تحریم ها را به حمله نظامی ترجیح داده تا نه تنها تبلیغات نظام درباره جنگ طلبی اش را خونسا کند، بلکه در آستانه انتخابات مقبولیت داخلی و بین المللی اش را هم افزایش دهد. حذف یکی از خطرناکترین دشمنان ایالات متحده و اسرائیل در خاورمیانه، آن هم با کمترین هزینه، معادلات منطقه را عوض کرده و هزاران نظامی واشنگتن را در منطقه محافظت خواهد کرد. از سوی دیگر، اروپا نیز در صدد انجام اقدامات لازم برای مقابله با تصمیم جمهوری اسلامی در کنار گذاشتن کامل تعهدات برجامی است. امریکا می تواند پای شورای امنیت را یک بار دیگر به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی باز کرده و اجماع مورد نیاز کاخ سفید را برای تقابل نهایی با نظام عملی سازد. اینو بعضیا سعی نکنن کم رنگ کنن. به نظر می رسد هر چه می گذرد دایره انعطاف رهبران نظام کمتر می شود. و حالا که ترامپ نشان داده به این سادگی دم به تله جنگ نمیدهد، روحانیون تهران که شاید بعدشان هم نیاید همچون تجربه قهرمان سازی از قاسم سلیمانی افکار عمومی را به بهانه شرایط جنگی به بازی بگیرند، حالا باید چاره دیگری بیاندیشند. انقلابیگری خط قرمز بود.